همزمان با تلاش گسترده مدنی برای توقف اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران که نهایتاً امروز اجرا شد، منابع خبری از اعدام فرهاد سلیمی زندانی سیاسی کرد هم خبر دادند. استرالیا صدور ویزای طلایی را برای سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی لغو کرد. دولت استرالیا ماه گذشته در گزارش راهبردی اعلام کرده بود که این طرح را لغو خواهد کرد و به جای آن بر صدور ویزای بیشتر برای مهاجران ماهر که قادرند مشارکت‌های مالی بزرگتر برای استرالیا فراهم کنند تمرکز می‌کند. 37 نفر در جریان یک عروسی در ایتالیا بر اثر ریزش سقف زیر پایشان هنگام رقص از ارتفاع حدود 8 متری سقوط کردند و زخمی شدند. به گزارش روزنامه دلاسرا، این جشن در یک صومعه باستانی برگزار شد که از آن به عنوان مکانی برای برنامه‌های جشن و سرگرمی استفاده می‌شد. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، مختار ابراهیمی، کنشگر مدنی آذربایجان، روز دوشنبه دوم بهمن بازداشت و برای گذراندن یک سال حبس تعزیری که دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به وکیل وی اعلام کرده بود، به زندان مراغه منتقل شد. ارتش اسرائیل از کشته شدن 21 سرباز اسرائیلی در جریان عملیات روز گذشته در جنوب غزه خبر داد. بنابر اعلام نیروهای دفاعی اسرائیل، این سربازان در پی انفجار دو ساختمان و هدف قرار گرفتن یک تانک کشته شدند. دولت کانادا اعلام کرد برای کنترل بحران مسکن و خدمات در این کشور، ویزای دانشجویان خارجی را به سقف 2 سال محدود و اعطای مجوز کار به برخی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را هم متوقف می‌کند. حکم اعدام ماهان صدرات مرنی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1401 توسط دیوان عالی کشور نقض شد، اما فعالان مدنی نگرانند که این حکم مانند حکم محمد قبادلو بازداشت شده دیگر این اعتراضات که با وجود نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور سحرگاه امروز اعدام شد اجرا شود. زلزله شدید در منطقه مرزی قرقیزستان و سینکیانگ ویرانی و زخمی بر جای گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است که ساکنان آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، هم بر اثر این زلزله خانه‌های خود را ترک و با وجود هوای سرد در مناطق باز تجمع کرده‌اند. سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت در برخورد شدید دو خودرو در محور ملایر به بروجرد، هر 3 سرنشین سواری پژو پارس در دم جان باختند. باشگاه استقلال تصویری از حضور میلاد میداودی، بازیکن سابق این تیم، در تمرین روز گذشته آبی‌ها منتشر کرد. امید حامدی فر که پس از برخورد منجر به مصدومیت پامگا از تمرینات کنار گذاشته شده بود، نیز در این تصویر حاضر بود تا مشخص شود کادر فنی استقلال مجوز برگشت او را صادر کرده است. کارشناسان هواشناسی گزارش دادند بارش‌ها در استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، برخی مناطق جنوب غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر تشدید خواهد شد. فردا هم بارش‌ها به شمال شرق و بخش‌های از شرق کشور گسترش می‌یابد. روزها و لحظه‌های خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم.